خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ سلامی به خوشاوایی و خوشنوایی ساز یک نوازنده به همه شما و همینطور به میهمان عزیز برنامه‌مون، به میهمان هنرمند برنامه‌مون، جناب آقای حسین سلیمانی. جناب حسین سلیمانی، از طرف پرشن وارز به شما خوش آمد میگم. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزمون. منم سلام دارم خدمتون و عرض ادب و احترام. امیدوارم که بتونیم لحظات خوبی در کنارم داشته باشیم. حتما همینطوره. مگه میشه جایی ساز باشه و نوازنده یک ساز باشه و اون لحظات خوش نباشه؟ خب آقای سلیمانی، شما از خودتون برامون بگید، از کودکیتون، از دوره دبستان، دبیرستان چه میکردید اون موقع و از کجا هستید؟ بچه کجایید؟ بله، من متولد تهران هستم و کلن در همون استان تهران زندگی کردم. حالا خیلی هم اهل تغییر مکان و اینها هم نبودیم، خودمون و خانواده‌مون بیشتر در تهران بودیم و در دوران کودکی هم، از همون دوران کودکیم خیلی علاقمند به موسیقی بودم و استعدادش رو در خودم احساس می‌کردم. منتها هر چقدر سنم بیشتر شد، بیشتر این علاقه رو متوجه شدم و بیشتر روش وقت می‌ذاشتم، ولی از اونجایی که در خانواده ما کسی توی وادی موسیقی نبود و اگه کسی باشه خب خیلی راحت‌تر شخص میتونه مسیر رو پیدا بکنه، راهنمایی بگیره، این بود که تا به خودم اومدم و توی مسیر آکادمیک قرار گرفتم که بتونم کلاس‌های موسیقی شرکت کنم پیش اساتید و اینها، یه چالش‌های زیادی داشتم، ولی خب خوشبختانه از اونجایی که آدم اگر دنبال چیزی باشه بالاخره راهش رو پیدا می‌کنه، موفق شدیم. حالا خدمت اساتید زیادی رفتم و حالا در ادامه هم ازشون نام میبریم. خب پس در واقع شما خودتون کاشف خودتون بودید، خودتون رو کشف کردید و در خانواده با توجه به اینکه فرمودید کسی اهل نوازندگی و موسیقی نبود، آیا مخالفتی با این موضوع نداشتن خانواده؟ والا مخالفت به اون شکلی که برداشت منفی بشه نه، ولی خب طبیعیه تو فضای ایران به خاطر اینکه موسیقی هم نظر دیدگاه جامعه خیلی متاسفانه جایگاه شغلی بالایی از نظر درآمد و اینها نداره و موزیسین ها خیلی عرصه برای فعالیت ندارن، به خاطر همین از جهت دیگه هم که نظر جامعه و اینها هست، همه خب دوست دارن فرزندانشون برن رشته های دیگه تحصیلات بکنن، یه جوری موسیقی توی کشور ما از همه نظر محجوره، به همین خاطر خب طبیعتاً پدر مادر من هم دنبال این فکرات بودن، ولی خب بعد از مدتی که دیدن من واقعا چقدر پشتکار دارم، تلاش میکنم، اونا خب خیلی مشوق من بودن و کمکم کردن. از چند سالگی این ساز رو دستتون گرفتید؟ چند سالتون بود؟ یادتون میاد؟ والا من همونجوری که خدمتتون عرض کردم، چون تو خانوادم و کسی ساز نمیزد، ما در خانواده ساز نداشتیم که من بتونم از سنین کم ساز زدن رو تجربه کنم، بیشتر دیده بودم. اون زمانی هم که تقریبا خب هر چقدر برمیگردیم به عقب ایران، سازها هم محجور بودن، خیلی ساز اصلا وجود نداشت. حالا خدا رو شکر ساز خیلی زیاده، آدم توی دست همه خانواده های سازی میبینه، همین الان تو ایرانش هم. به خاطر همین من خیلی از سنین کم من با ساز مانوس نبودم. من از دوران دبیرستان تونستم اولین کمانچه خودم بخرم، بالاخره توی یه جایی پیدا بکنم، بعد
دیگه شروع بکنم با پسنداز خودم سازم و خریدم یک کلاس پیدا کردم. ولی قبلش چون خیلی به موسیقی علاقه من بودم، بیشتر تو زمینه خوانندگی و اینها تمرین میکردم و از اولم دوست داشتم خواننده بشم، ولی خب بعد که با ساز معنوس شدم انقدر منو جذب کرد که اصلا من برد به دنیایی. خب شما بعد از دوران دبیرستانتون به دانشگاه رفتید و اگه رفتید چی خوندید اونجا؟ رشته تحصیلیتون چی هست؟ بله. من در رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف بعد دبیرستانم شدم و اون رشته رو ادامه دادم و خدمت رو عرض بکنم تو این رشته مدرک کارشناسی یا لیسانس گرفتم و بعد از چند سال وقفه، البته چند بارم کنکور موسیقی شرکت کردم برای فوق لیسانس، در مرحله کتبیشم رتبه‌های خوبی داشتم، ولی تو امتحان عملی به دلیل اینکه لیسانس من موسیقی نبود یک مقدار، نمیگم حالا سلیقه‌ای، ولی یک مقدار سختگیرانه عمل میکنن. بخاطر من در فوق لیسانس موسیقی برای ادامه تحصیل تو ایران پذیرفته نشدم. ولی علاقه بعدی هم که داشتم توی زمینه مطالعات فرهنگی و عرفانی و اینا خیلی علاقه داشتم. خاطرم توی این رشته در دانشگاه تهران هم فوق لیسانسش رو امتحان دادم، قبول شدم و فوق لیسانس اون رشته هم دارم. چون این رشته هم خیلی به موسیقی اتفاقا کمک کرد، به خاطر اینکه از فضای مهندسی و اون ریاضی و فضای دو تا چهار تا توی فضای علوم انسانی و یه فضای بازی که دیدگاه بازتری پیدا میکنی و همچنین معنوس با فرهنگ و موسیقی ما و اشعار ما تو اون فضای حالا بگیم سپیریچوال یا روحانی و عرفانی، تو اون زمینه هم که من ادامه تحصیل دادم باز خیلی به تلطیف روحیاتم کمک کرد. و شما چقدر این آموزش که این یادگیری نوازندگی رو چند درصدش از راه گوش بودش و چقدر استادا برای شما مؤثر بودن و فکر میکنید که آیا شنیدن درست و دقیق و گوش کردن دقیق تونسته میتونه کمک کنه به یه نوازنده در کنار استادای خوبی که داره که بتونه برجسته تر و ماهرتر بشه؟ و اگر استاداتون رو هم نام ببرید و بهترین استاد و مؤثرترین استاد، کسی که بیشترین تأثیر رو روی وجود شما و ساز شما گذاشت رو معرفی کنید برام. بله، من خیلی مختصر و کوتاه اساتیدم نقش در موسیقی من داشتن نام ببرم. من استاد اولی که پیششون رفتم، بعضیشون معروف باشن بعضیشون هم نه، ولی من موظف میدونم یادشون کنم، اولین کسی که من موفق شدم موسیقی باش به صورت جدی شروع کنم یه آقایی بودن به اسم آقای پیمان قدیری که من رفتم پیش کلاسشون کمانچه و تنبک رو شروع کردم پیششون و یه تئوری موسیقی. بعد شخص بعدی که تو زندگی من واقعا شاید اثر داشت و من اون انرژی و اون انگیزه رو داد که واقعا با موسیقی جرأت کنم و اون کانفیدنس و اعتماد به نفس رو من داد که من بتونم موسیقی رو به صورت حرفه‌ای دنبال بکنم، آقای دکتر محمدعلی مراتی که الان هم استاد دانشگاه تهران هستن تو موسیقی. ایشون خیلی به من کمک کردن تو تئوری موسیقی، توی نوازندگی کمانچه ستار. بعد با شخصی که به من خیلی تو ردیف نوازی و کمانچه نوازی واقعا به من کمک کردن، استاد سعید فرشپوری که الان هم در ونکوور کانادا هستن، و بعد آقای سامر حبیبی، استاد علی اکبر شکارچی و همچنین استاد کیهان کلهور. اینا همه کسایی بودن که من از نظرشون استفاده کردم در زمینه تئوری موسیقی و آهنگسازی هارمونی. از آقای امیرحسین اسلامی و آقای مرتضی شیرکویی استفاده کردم و همچنین در بخش موسیقی تلفیقی از آقای پدرام درخشانی، از ایشون کلاس ایشون استفاده کردم که همه این کلاس هم به صورت خصوصی بوده، چون من تو دانشگاه همونجوری گفتم موسیقی ادامه ندادم. همه این اساتید واقعا در زندگی هنری من خیلی اثر
درخشانی داشتن در جایگاه خودشون. و اون سوال اولی که فرمودید در رابطه با گوش، دقیقا همینطوره. اتفاقا حالا یه مسئله هست، میگم ما دو تا گوش داریم، یه دهان دو بار بشنویم یه بار صحبت کنیم، همین میتونیم تو موسیقی هم بگیم. یعنی واقعا یه موسیقی دان، یه موزیسین، نوازنده، خواننده، آهنگساز باید اول گوش کنه، اول اصوات رو بشنوه، طبیعت حتی، نه حتی موسیقی که حالا به صورت موسیقی مرسومه، چون حتی طبیعت، حتی صدای یه موزیسین ممکن است صدای ترافیک یه ایده الهام بخشی بگیره و یه آهنگی بسازه. به خاطر همین دقیق گوش دادن و نکته هایی که توی اون صداهای اطراف، هر چند اگه صداهای منظمی نباشه، آدم گوش بکنه میتونه چیزهای متوجه بشه که در آثارش اثرگذار بشه و بتونه الهام بخش اثرهای خودش باشه. اینه که یک موسیقیدان واقعا از یه آدم معمولی متفاوت میشنوه در هر رده‌ای که باشه، حتی اگه در رده ابتدایی هنرجویی باشه کلاس میره، باید متفاوت بشنوه، باید قطعاتی رو گوش بکنه. اینه که قطعاتو فقط به قصد لذت بردن نباید گوش کنه، به قصد آموختن باید گوش بکنه و به قصد الهام گرفتن باید گوش کنه. این که گوش دادن واقعا یه هنریه که اصلا قابل انکار نیست. و شما آهنگسازی هم میکنید، در این زمینه چه کارهایی رو انجام دادید؟ من از همون ابتدایی که موسیقی شروع کردم، در امتدادش چون موسیقی ایرانی یه موسیقیه که به صورت بداهه باید کار بشه، یعنی اساس موسیقی ایرانی، موسیقی ردیفی و دستگاه ایرانی بر اساس بداهه است. به همین خاطر بداهه نوازی یه جوری آهنگسازی در لحظه هم میتونه باشه. به همین دلیل تمام کسایی که موسیقی ایرانی کار میکنن میتونن یه استعداد پتانسیل آهنگسازی داشته باشن و خب اگر به این علاقه من باشن میتونن در ادامه روش کار کنن، روش به کلاسای آموزشی برن و یه نکاتی یاد بگیرن که بتونن اونو بپرورونن. و منم بعد از چند سال که تو موسیقی ایرانی بودم همین مسیر طی کردم، پیش اساتیدی رفتم و تو بخش آهنگسازی خب کم کم اعتماد به نفسم رو پیدا کردم و تونستم یه سری قطعات توی آهنگسازی کنم، کنسرت بدیم و سه تا آلبوم من منتشر کردم با آهنگسازی خودم و همچنین چه سری در جشنواره شرکت کردم، در جشنواره ایران مقام تو آهنگسازی آوردم و آخرین مقامی هم که داشتم توی جشنواره آهنگسازی بود در به اسم JLSC، جشنواره جان لنون که تو آمریکا برگزار میشه، من تو بخش ورد میوزیک، حالا این کلمات انگلیسی رو میگم ببخشید چون واقعا اصطلاحاتی که این جشنواره معلومه، در بخش موسیقی جهانی موفق شدم به یه قطعه‌ای که داشتم اونجا هم جزء ستای برگزیده بشم در سال 2020 و تجربیات زیادی داشتم توی آهنگسازی. پس در واقع شما افتخاراتی هم به همراه آوردید و در کلامتون در بین صحبتاتون گفتید که بداهه نوازی هم میکنید. واقعا وقتی که بداهه کسی میزنه، یه نوازنده بداهه میزنه، آیا با تفکرش این کارو میکنه یا با احساسش؟ یعنی آرشه شما باید روش فکر کنید و آرشه حرکت کنه، یا اینکه نه اون احساستون شروع به حرکت دادن آرشه میکنه؟ اول اینکه چقدر سوال خوبی پرسیدید، واقعا خیلی سوال موشکافانه ایه. من این سوال باید اگه بخوام درست جواب بدم، فکر میکنم باید اینجوری جواب بدم که هر دوتاشه، منتها اشخاص متفاوتن. بعضی بداهه نوازی و بر اساس خیلی فکر رو دو تا چهار تا سعی میکنن انجام بدن. خب یه مقداری ممکنه یه نکات و ظرافت های حتی بیشتر رعایت بکنن، اما هر چقدر بریم به سمت اینکه با فکر شده انجام بدیم، یه مقداری شاید اون احساس رو کمرنگتر بکنه. بعضی ها دیگه خیلی غرق در احساس میشن، یعنی از دو سمت قضیه میتونیم قضیه رو ببینیم که نهایت نداره. به خاطر همین بعضی از اساتید که بداهه نوازی میکنن میگن، حالا خوب نیست من شاید این اصطلاح بگم، ولی میگن بداهه نوازی ماشینیه، که من حالا اصطلاحش میگم اون بر اساس هی تفکر و هی برای اون ذهنیاتی که از قبل دارن، تمرینایی که دارن و
و اتودای ذهنی که تو ذهنشون هست هی اونا رو میارن روی سازشون در لحظه. ولی خیلی ها که به اصطلاح عامیانه میگن سیمشون وصله به یه منبعی و خیلی احساس و با احساس و از راه دلشون بدای نوازی میکنن، اونا خب خیلی عمیق‌تر شاید دلنشین‌تر هم باشه. ولی من خودم فکر میکنم ترکیبی از این دوتا لازمه، همون جوری که تو زندگی ترکیبی از این دوتا لازمه. منتها بعضیا بیشتر به این سمت تمایل دارن، بعضیا به اون سمت، و واقعا هم بسته به حال اون نوازنده است. بعضی وقتا نوازنده احساس اون حالش جوری غلبه میکنه که اصلا احتیاجی به فکر نداره، همینجوری از درونش میجوشه، و بعضی وقتا واقعا اون جوشش درون نیست، چون انسان یه موقعی مثل یه شاعری که در لحظه یه دفعه شعری میگه، 10 صفحه شعر میگه، یه موقعی هم ممکنه هر چقدر بخواد شعر بگه نمیتونه اصلا شعر بگه. به خاطر همین نوازندگی هم وقتی میاد روی بحث بدون نوازی، یه موقعی ممکنه که نوازنده چنان حالی داشته باشه که 2 ساعت بدون نوازی کنه و همش هم جدید و تازه و زیبا باشه. یه موقعی هم ممکنه هر چقدر تلاش میکنه نمیتونه، چیزی نمیجوشه از درون. حالا چه اتفاقی میفته نمیشه شاید توصیفش کرد، ولی مجبور میشه که بر اساس تفکرش و بر اساس اون چیزهایی که در ذهنش داره از اون منابع ذهنیش دست بکشه و یه چیزی رو در بیاره، هی در لحظه اینا رو بذاره کنار هم بزنه. و اونم یه هنریه که در هر دو صورت کار راحتی نیست. اینه که من میگم ترکیبی از هر دو، بعضی لحظات این ور غلبه داره، بعضی لحظات اون ور غلبه داره. بسیار خوب. و شما فرمودید که آلبوم هایی رو هم منتشر کردید، ویژگی های این آلبوم ها چی بود، چطوری بود، و توی این بازار امروز موسیقی چه بازتابی برای شما به همراه بود؟ ببینید، موسیقی که من کار کردم، چون موسیقی اصطلاحا میگیم دستگاهی ایرانی، که حالا در عوام میگم موسیقی سنتی، حالا کلی کلمه خوبی شاید نباشه، سنتی، موسیقی دستگاهی، بهتر موسیقی اصیل درستر یا موسیقی سنتی، کدوم یکیش صحیح؟ حالا من به شخص موسیقی اصیل رو بیشتر میپسندم، چون برمیگره به اصالت. سنت شاید یه کلمه خیلی خوبی نباشه، بار منفی هم داشته باشه، یعنی ما دچار چی میگن درجا زدن شدیم و به تجدد نرفتیم، یه چیز شاید بار منفی داشته باشه. ولی اصیل از اصالت میاد، یعنی ما اون اصالتی که داریم حفظ کردیم، به زبان امروز بیانش میکنیم. اینه که حالا اصطلاحی هم هست، اصطلاح فنی تری هم میگن موسیقی دستگاهی، چون موسیقی بر اساس 7 دستگاه و 5 آواز حالا بود تو اون مسیر هم میتونیم ببینیمش. به خاطر همین چون من تو اون زمینه موسیقی رو شروع کردم و کار کردم، بر اساس موسیقی ردیف دستگاهی موسیقی ایران کار کردم، تو این زمینه موسیقی هم آهنگسازی کردم و آلبومام تو این زمینه. اون تو هر چقدر اومدیم جلوتر سعی کردم یه مقداری فضای کارم رو بروزتر بکنم بر اساس دریافتای خودم. و الان که خودم اومدم در کانادا هستم، و خب قبل از این دوران کرونا هم یه گروهی تشکیل داده بودیم که کنسرت داشتیم، و بعدم یه چند تا کنسرت مجازی هم داشتیم اینجا، که دیگه خب با این فضا دیگه نمیشه متاسفانه این کار رو ادامه داد. یه سری کار آماده دارم که حالا در این فرصت امیدواریم که این فضا بهبود پیدا بکنه بتونیم کنسرت بدیم. سمت موسیقی تلفیقی رفتم که سعی کردم اون طبق فرمایش شما اون اصالت در موسیقی، اون ملودی های زیبای موسیقی ایرانی رو داشته باشن، و با عناصری که تو موسیقی غرب داریم و سازهایی که اینجا داریم ترکیب بکنیم که بتونیم یه موسیقی خاصی رو ارائه بدیم که مخاطب بیشتری رو بتونه جذب بکنه، از فرهنگای بیشتر، فقط یک سلیقه خاص رو جذب نکنه. تلاشمون برای نمایش تجربه و تلاش، حالا امیدوارم که بتونیم کارهای بعدی رو در اولین فرصت انجام بدیم و شنیده بشه. شما گفتید که توی این دوران کرونا زده چند تا کنسرت مجازی هم برگزار کردید. آیا واقعا یک نوازنده وقتی که کنسرت مجازی برگزار میکنه و هیچ شنونده، هیچ
افرادی نیستن که اون رو مستقیم بشنون، همون احساس رو داره، همون احساس رو پیدا میکنه، یا نه که کمی متفاوت هست. یه جوره چطور این رو تجربه کردی؟ چون شما هم به هر حال کنسرت زنده داشتید، هم مجازی، بهتر از هر کسی شاید بتونید این دو رو با هم مقایسه کنید. 100% کنسرت با حضور مخاطب اصلا یک جلوه دیگه ای داره، چون به نظر من وقتی کنسرت چک میگیره یه بدبستونی بین هنرمند، حالا نه کنسرت، اصلا تئاتر، هر چیز هنری، وقتی به صورت زنده اجرا میشه و مخاطب حضور داره، اون تبادل انرژی داره صورت میگیره بین اینها، و اون انرژی وقتی که فرستاده میشه از طرف هنرمند به سوی مخاطبون و دوباره عکس العمل اون و باستاب اونو از طرف مخاطب هنرمند میگیره، میتونه اصلا خیلی انرژی بیشتری رو دوباره بده. یه چیزی مثل یه تکراریه که هی همدیگر رو تقویت میکنه و اصلا قابل مقایسه نیست. ولی خب بالاخره هنرمند در خلوت خودش هم میتونه به درون خودش بره و یه حسی رو ایجاد بکنه، یه انرژی رو ایجاد بکنه. اینه که بدون حضور مخاطب هم میشه اون کار رو، اون انرژی رو ایجاد کرد. ولی خب واسطه هایی که میان وسط، هر چقدر واسطه ها بیشتر میشن، طبیعتاً تبادل انرژی سخت‌تر میشه. همونجوری که الان ما داریم مصاحبه میکنیم، خب طبیعتاً خیلی هم خوبه، ولی وقتی مصاحبه حضوری در یک فضای واحد صورت میگیره بدون واسطه و بدون این ابزار مجازی، خب یه انرژی و یه حالت دیگه یا خواهد داشت. همینطوره. و شما یه پژوهشی در مورد موسیقی اصیل هم کردید، دلم میخواد که نتیجه اون پژوهش رو برامون بفرمایید. حالا پژوهش که تمام، میتونم به جرات بگم تمام هنرمندان موسیقی ایرانی به نوعی باید پژوهش هم داشته باشن توی کارهاشون، به خاطر اینکه اینا توامان با هم، چون هر شخصی باید برای اینکه تکرار مکررات نکنه باید پژوهش کنه، باید اون موسیقی رو متوجه بشه و به زبان خودش بیان بکنه. حالا این پژوهش میتونه در نظر، از نظر تاریخی باشه، از نظر علمهای دیگه موسیقی، نمیدونم ترکیب کردن موسیقی ایرانی با موسیقی های دیگر جهان باشه، تجربه های با سازهای دیگه، با انسانهای دیگه، کنسرت های خارج از کشور، هر نوع میتونه به صورتی یعنی پژوهش حساب بشه. یا حتی ترکیب کردن موسیقی های مختلف، مثلا موسیقی سبک جاز رو بیاد با موسیقی ایرانی، با موسیقی دستگاهی ترکیب کنه، یا بره موسیقی فلامینکو یا موسیقی آمریکای لاتین، که من خودم در دوران موسیقیم سعی کردم این تجربیات یا حالا به عبارت این پژوهش ها داشته باشن و یه سری موسیقی ها رو بشناسن و در کارها هم سعی کردم اجرا بکنم که بیام از عناصر موسیقی کشورهای دیگه، فرهنگای دیگه استفاده کنم و نقاط قوتی که تو اونها میبینم بیام اضافه بکنم، و همش به نوعی تجربه است که حالا باید ببینیم تجربیات از نظر مخاطب چقدر جذابیت داره. و به دنبال تحقیقات شما میرسیم به اینجا که یه پژوهش و تحقیق هم در مورد موسیقی صوفی داشتید. برایند این تحقیق چه بودش؟ ببینید موسیقی صوفیانه که خب واقعا اگر به گذشته فرهنگ کشورمون برگردیم، تمام فرهنگ ما مربوط به این تفکر و به این افراده، چون موسیقی ما مخصوصا با شعر ما عجینه، با شعر کلاسیک ما عجینه. شعرهایی مثل سعدی، مولوی، حافظ و امثال هم که بسیارن، اینا همه تو اون طرز تفکر و اون فضای صوفیانه شعر گفتن. و خب موسیقی ما هم به دلیل اینکه عجین شده با شعر ما بوده، اینا با هم در هم تنیده هستن، از نظر ریتم، از نظر ملودی، اینا هم وامدار هم دیگه هستن.
اینه که واقعا نمیشه این دوتا رو از هم جدا کرد و مخصوصا در دوره‌های تاریخ ایران میبینیم به خاطر اون فضاهایی که متاسفانه در طول سالیان شاید بگم 2000 سال گذشته کشور ما به خاطر موقعیت جغرافیایی و شرایطی که داشته همیشه تحت فضای آشفته و شاید خیلی وقتا تحت فضای یورش قومیت‌های مختلف قرار گرفته، این مشکلاتی که همیشه صورت گرفته باعث تغییر مذهب شده، باعث تغییر شرایط حکومتی در ایران شده، خیلی اتفاقاتی افتاده در طول تاریخ، من دارم به صورت فضای کلی دارم نگاه میکنم، اینه که فارغ از تمام اینها اون بستر عرفانی که تو جامعه ایران در جریان بوده از هزاران سال پیش که حالا به انواع مختلف وجود داشته که موسیقی ما هم با اینها در هم تنیده بودن و با هم رشد کردن، این فضا واقعا جدا نشدنیه و باید با توجه به این موسیقی ایرانی رو شناخت. ما الان تمام دستگاه موسیقی ایرانی خیلی جا ما ردیف آوازی داریم، ردیف آوازی ما تمام بر اساس یه سری اشعاره، خب یا خیلی از قسمت‌های ردیف‌های سازی موسیقی ایرانی بر اساس ریتم‌های عروضی اشعارمونه که اینا اصلا از هم جدا نشدنی. حالا نظر فرهنگی از نظر تاریخی باز اینا قابلیت مطالعه و تحقیق زیادی داره. اینه که حالا من یه توضیحات کلی خواستم بگم که در مجموع بازم تکرار میکنم اینا در هم تنیده هستن و اصلا جدا شدنی نیستن، که میتونیم در طول هزاران سال پیش اینو ببینیم دیگه. آهنگساز، شما اگر فرضاً بخواید یه آهنگ رو بسازید، اگر که شعر داده بشه به شما و شما بخواید روی اون شعر ملودی بسازید، این برای شما مطلوب تره و دلپذیر تره و کار زیباتری در میاد، یا اینکه برعکسش شما یک موسیقی رو خلق کنید، یه ملودی رو خلق کنید و بعد شاعر بر اساس اون ملودی شما شعر بگه، کدومش فکر میکنید بتونه اثر قشنگتر و دلپذیرتری رو به وجود بیاره؟ ببینید موسیقی از نظر اینکه انتزاعی ترین هنره، یعنی خیلی قابلیت برداشت مختلفش هست، میشه بشه یه آدمی میتونه یه موسیقی گوش کنه غمناک بشه و گریه کنه، یه آدمی میتونه با هم موسیقی آدم دیگه شاد بشه، هر آدمی برداشت های متفاوتی میتونه ازش داشته باشه. اینه که وقتی آهنگساز یه موسیقی خاصی رو میسازه و از اون طرف با یه شاعری همحسش باشه، یعنی اون برداشتی که اون آهنگساز داشته که باعث شده این موسیقی شکل بگیره، همون برداشت رو و به اون نزدیک بشه، حالا دقیقا همون که امکان نداره چون دو تا انسان مختلف هستن، ولی به اون خیلی نزدیک بشه و بتونه بر اساس اون برداشت اون فضا و اون ملودی شعری رو بگه، این یه چیزیه که خیلی راحت به دست نمیاد و احتیاج داره دو نفرم خیلی با هم اشرونش داشته باشن، که این اتفاقات در دوران قدیم مثلا شاید 50 60 سال 70 سال پیش در ایران خیلی زیاد میفته چون هنرمندا خیلی با هم همنشینی داشتن، فضاهایی بود، ولی امروزه این اتفاقات کمتر میفته و خب یه آهنگسازی هم ممکنه یه آهنگ رو بسازه بفرسته با فضای مجازی، با ایمیل بفرسته به یه شاعری بگه این موسیقی منه تو این فضا شما هم شعر بگو، خب شما اینو مقایسه کنید با اون فضایی که دو نفر سالیان سال با هم روحیاتشون یکی باشه، به خاطر همین این خیلی زیباست اما فهم میکنم یه جوری دست نیافتنیه با دنیای امروز. ولی اون بخشی که یه آهنگساز بره در دریایی از اشعار که حالا چه اشعار کلاسیک چه اشعار جدید، تو هر دوره تاریخی شما از اشعاری که در 1000 سال پیش گفته شده، 700 سال پیش گفته شده، تو اشعار شاعران معاصر بگرده و اون شعری رو که باهاش همزادپنداری میکنه و احساس میکنه حال الانشه، اون شعر رو پیدا بکنه و روی اون بره، حالا تو خلوت خودش کار کنه یه ملودی بسازه و یه تصنیف به اصطلاح از توی اون در بیاد، این شدنی تره
چون اون دریای شعر خیلی ماشاءالله ما تو فرهنگمون از نظر هر چقدر مشکلاتی داشته باشیم از نظر شعر خیلی قوی هستیم، حتی دوران معاصرم اشعار شعرای زیادی رو داریم، حالا به سبکای مختلف. اینه که این راحت تر به دست میاد، ولی البته اگر اون اتفاق بشه بیفته که آهنگساز و شاعر با هم هم حس باشن و با هم لحظات بسیاری داشته باشن که بتونن یه اثر واحد رو با هم خلق کنن، خب اون دیگه واقعا عالی میشه. ولی فکر میکنم یه مقداری دست نیافتنیه با مشکلات و گرفتاری دنیای امروز. بله، من توی یکی از کنسرت‌های شما بودم و همونطور که خودتونم گفتید خوانندگی رو دوست داشتید و اونجا میخوندید، اونجا هم اصیل میخوندیدش. شما خوانندگی رو هم زیر نظر استادانی آموزش دیدید یا اینکه ندیگه اون رو دیگه آموزش ندیدید و بداهه میخونید و از وجود خودتون تراوش میکنید؟ ببینید، به نظر من هر انسانی میتونه خواننده باشه به صورت بالفعل، حالا این اصطلاح به صورت ذاتی میتونه باشه، ولی با تمرین میتونه اونو به ظهور برسونه. چون شما هر سازی بخواید بخرید باید برید اون سازو تهیه بکنید و اونو داشته باشید، ولی حنجره شما ساز شماست، این چیزیه که از بدو تولد همراه شماست، فقط احتیاج این هستش که این حنجره تربیت بشه. اما خب همون جوری که شما میرید یه سازی رو میخرید که اون ساز ممکنه که یه ساز خیلی گرون قیمت و خیلی با کیفیتی باشه، یه ساز دیگه ممکنه کیفیتش پایین تر باشه، حنجره هایی هم که ما داریم به عنوان، اگه به عنوان یه ساز موسیقی بهشون نگاه بکنیم، این حنجره هم کیفیتشون متفاوته. به صورت این بخشیه که میگم مادرزادی طرف مثلا یه استعداد خوانندگی داره، اینکه حنجره اون انسان، اون فیزیک صوتی که تو اونجا جریان داره، اون اتفاقاتی که اونجا میفته، واقعا قابلیتی نداره که یه اثباتی رو تولید بکنه یا آلتای تولید کنه که خیلی خاصه. هر چقدر خاص‌تر باشه اون شخص خیلی توانایی بیشتری رو داره که اینو به ظهور برسونه و خودش رو عنوان خواننده خوب مطرح بکنه. به خاطر همین تمام موسیقیدان ها چون با موسیقی، حالا از اهم از اینکه نوازنده باشن آهنگساز باشن، چون با موسیقی همدم هستن و موسیقی رو سالیان سال باش کار میکنن میشنون و مجبورن زمزمه کنن تمرین کنن، و خب حتی با عنوان نوازندگی آهنگسازی باید شما کلاسای سولفژ برید، کلاسای نوتخوانی برید، اینا همه تمرین با حنجره است. حنجره یک موزیسین پرورده میشه در طول سالیان، فقط باید اون حس درونی هم داشته باشه. و یه بخش دیگه که میگن تمبر یا رنگ صدا، که رنگ صدا هم خب یه بخش دیگه است که اون جنس صداییه که یه صدایی خب ممکنه بازم اون بخش مادرزادیه که گرم و دلنشین باشه، یه صدایی ممکنه خیلی اونقدر گرم و دلنشین نباشه. اینه که تمام این عوامل که میذاریم کنار هم، هر موزیسیانی میتونه بخونه تقریبا بعد از اینی که خوب اگر واقعا سالیان و سال تمرین ممارست کرده باشه. و خود من هم تو خیلی از کارهایی که کنسرتایی که دارم، اول اینکه من اینو فراموش نکنم بگم، من کلاسای سولفژ، نوتخوانی و صداسازی اینا همه شرکت کردم، برای موسیقی لازم بوده دیگه. ولی از دوران قبل از اینکه وارد ساز زدنم بشم، اول صحبتامو گفتم خدمتتون، خیلی دنبال خوانندگی بودم. از دوران نوجوانی کودکی خیلی تمرین میکردم، کار میکردم برای خودم، ولی خب هیچ وقت به عنوان خواننده، فقط خواننده به خودم نگاه نکردم. اینه که همیشه تو کنسرت هام اگر کسی رو احساس کردم در کنارم بوده که از من توانمندتر بوده در خواندن، سعی کردم از اون استفاده کنم، یا همراهیش کنم یا بیشتر از اون شخص استفاده کنم، توی بخشای خودم باشم. اگر همون شخص رو توی اون کار نداشتیم یا به هر دلیلی احساس کردم خودم اینو بهتر میتونم اجرا بکنم، خودم خوندم، اینه که
توی این زمینه هم تو بعضی از کارهای کنسرتایی که داشتم، من جمله تو همین کانادا هم کنسرت داشتیم، بخشایی رو که احساس کردم خودم بهتر پسش برمیام همیشه خودم خوندم دیگه. الان هم حالا این کار انجام میدم. و من در این که دیگه از کنسرتای شما شاهد این بودم که شما فارسی میخوندی و یه خواننده خانومی که در کنار شما بودن غیر فارسی میخوندن. شما چطور تونستید به بازار غیر ایرانی ها راه پیدا کنید، به موسیقی غیر ایرانی ها راه پیدا کنید؟ بله، ما در کانادا به دلیل این افراد متفاوت از کشورهای متفاوت که داریم اینجا میبینیم، مثلا در شهر تورنتو، خب این پتانسیل وجود داره که ما با هم بریم آمیخته بشیم، فرهنگامون رو با هم ترکیب بکنیم و یک کار مشترک ارائه بدیم. من همیشه تو فکرم بود از قدیم و خب اینجا چون خیلی شرایطش بیشتر مهیا بود توی این شهر، من با یه سری دوستانم که آشنا شدم تو فضای مختلف، جای مختلف، سعی کردم یه سری تجربیاتی رو با هم داشته باشیم. یه گروه تشکیل دادیم که خب از کشورهای مختلف توش بودن دوستانی که با هم کار میکردیم و خب یه نظر خواندن هم به دو زبان داشتیم که یه خانمی بودن به زبان دیگه میخوندن و من به زبان فارسی میخوندم و اینا همیشه دوست داشتم که خب با این کار بتونیم مخاطب بیشتری رو جذب بکنیم و تجربه موفقی هم بود، چون وقتی فقط به زبان فارسی خونده بشه، درسته که یه بخشی افرادی همیشه هستن که باز هم دوست دارن حتی اگه زبان متوجه نمیشن بیان حضور پیدا کنن، ولی خب درصدشون خیلی کمه. ولی وقتی زبانهای دیگه ترکیب میشه توی اون کار موسیقی، مخاطب میتونه وسیع‌تر باشه و خب ما میتونیم این هماهنگی بین فرهنگ‌های مختلف که همه به یه زبان موسیقی مشترک میتونن برسن، اینو بیشتر نشون بدیم و توش موفق باشیم. اینا همه تجربه هست، معلوم امیدوارم بعداً هم بتونیم تجربه بهتر و بیشتری داشته باشیم. حتما همینطور خواهد بود. و معمولا خواننده ها چون کار رو اجرا میکنن، بیشتر اسمشون سر زبان ها هستش و کمتر اسمی از آهنگساز یا نوازنده ها یا تصنیف ترانه سراها برده میشه. معمولا خواننده است که اسمش گل میکنه. واقعا شما به عنوان یه آهنگساز، به عنوان یه نوازنده، از خواننده ها چه توقعی دارید؟ ببینید، این که یک چیز طبیعی هست به دلیل اینکه همه جای دنیا همینه، انسان با کلام زودتر مانوس میشه تا با موسیقی. کلام خب خیلی موسیقی، نه اینکه ارزش گذاری کنم، ولی خب خود موسیقی باید بره تو شخص، بره تو لایه‌های عمیق‌تر تا بهش برسه. اینه که موسیقی بی کلام خب خیلی کمتر هم تو دنیا طرفدار داره، موسیقی با کلام طرفدارش هم بیشتره، چون افراد دوست دارن تو این شرایطی که زندگی‌های سریعی که هست و همه در حال کارهای خودشون هستن، گرفتار هستن، خیلی فرصت نمیکنه شاید عمیق بشن. اینه که خواننده چون این کلام رو داره، عنصر کلام رو داره، ازش استفاده میکنه و عامل این کلام و شعره، توجه مخاطب رو به خودش جلب میکنه و بخشی از این مسئله دیگه چیز طبیعی که کارش نمیشه کرد. ولی از یه بخشی به بعد خب خواننده ها، چه حتی خود من اگه بخوام جایی بخونم، چه حتی کسای دیگه که بخونن، فرق نمیکنه. خب باید این سعی بکنن از اون اتفاقی که میفته و تمام توجه مخاطب به سمتشون جلب میشه، با رفتارشون و با منششون، حالا در دراز مدت هم خواننده میبینیم و توجه مخاطب رو به دیگرانی هم که در اون اثر سهیم بودن جلب بکنن، از آهنگساز گرفته تا نوازنده ها تا تمام اشخاصی که جمع شدن و یک اثر هنری رو شرک دادن، تا حتی صدا برداری که از نظر فنی و هنری هم جنبه های هنری هم داره، صدا برداری توی اون کار دخیل بوده. اینه که خب باید کاری صورت بگیری که تمام افرادی که توی اون اثر دخیل بودن و زحمت کشیدن، انرژی گذاشتن، دیده بشن و
و خب این بخشی از این وظیفه روی دوش خواننده است، چون توجه مخاطب رو داره و باید حالا با راه‌هایی که بلده اینو سعی کنه مدیریت کنه. بسیار هم خوب. و شما در طول این سالهایی که خوندید و هم خودتون خوندید هم نواختید و هم آهنگسازی کردید، آیا خاطره خوبی دارید که برای ما؟ فرق نداره، زندگی آمیخته از تلخ و شیرینه، هر خاطره ای که فکر میکنید بخواید دوست دارید برای ما بگید. خواهش میکنم. خاطرات که خب زیاده، ما کنسرت های زیادی داشتیم با دوستانمون خارج از کشور، کشور که میگم آن منظور ایرانه، حالا اون زمانی که ایران بودیم تو خارج از ایران میرفتیم، داخل ایران شهرهای دیگه یا تو کانادا هم که بودیم، کنسرت هایی که داشتیم با دوستانمون اینجا، هر کدوم هم یه خاطره ای دارن، همونجوری که شما فرمودید بعضیش تلخ بعضیش شیرین. ولی خب بیشتر سفرهایی که با دوستانمون داشتیم، سفرهایی که حالا طولانی مدت بوده از ایران رفتیم کشور خارجی و خب با فرهنگای کشورهای دیگه، مخاطبای کشورهای دیگه آشنا شده بودیم، خیلی برای ما خوب بود. شاید به یاد موندنی ترین خاطره که دارم یه کنسرتی بود که ما توی کره جنوبی داشتیم، با چند تا دوستانم اساتیدی رفته بودیم کره جنوبی، گروه ما 6 نفره بودیم که امیدوارم تمام دوستانم هنرمندان همیشه خوب و خوش باشن. و اونجا ما با یه گروه از طرف وزارت فرهنگ کره جنوبی تو شهر سئول، با یه گروه موسیقی اصیل همونجوری که شما گفتید کره‌ای آشنا شدیم، سازهای اصیل اونا رو می‌زدن. و خب واقعا اونجا که مقایسه می‌کردیم می‌دیدیم چقدر سازهای موسیقی ایرانی از نظر توانمندی چقدر واقعا فرهنگ ایران، نه اینکه خود نکره بخوام بگم دوچار این خود برتربینی به اصطلاح بخوام بشیم، ولی واقعا چقدر سازهای ما قابلیت های صوتیشون بیشتره. و خب برمیگره به گذشته، درسته که سالیان سال این سازها کار نشده، ولی خب ما اونجا دیدیم که چقدر سازهامون توانمندتر هست با توجه به حمایت هایی که اون نوازنده های کره‌ای میشدن که 4 تا خانم بودن و چقدر خانم های خوبی بودن، چقدر خوب موسیقیشون رو اجرا میکردن. ما یه فضای آماده کرده بودم و از ما خواست بودم با هم یه سری کار اجرا کنیم، یه کنسرتی داشتیم، یه قسمت اونها ساز می‌زدن، یه قسمت ما، و آخرش هم 2 قطعه رو با هم زدیم که ما برای بخش 2 قطعه اونها یه موسیقی، یه ملودی و یه تصنیف قدیمی کره‌ای رو به ما پیشنهاد دادن و ما هم بهشون یه بخشی از همون آهنگ مرغ سحر رو به اون کار کردیم که بعد اون دوتا آهنگ هم آخر سر اجرا کردیم و چقدر هم استقبال شد و خیلی خاطرات خوب بود. حالا خاطرات زیادی داشتیم از اون سفر و خیلی برامون جذاب بود اون حرکتی که انجام شد و امیدوارم که این تبادلات فرهنگی بین همه کشورها انسان‌ها انجام بشه، چون واقعا این هنرهایی که میتونه انسان‌ها رو هم نزدیک بکنه، انواع هنرها. حالا ما تو بخش موسیقیش فعالیت میکردیم اون موقع و الان، بعد اون کار مشترک رو تو موسیقی داشتیم، تو هنرهای دیگه هم میشه این کار انجام بشه و چقدر میتونه انسان ها رو به هم نزدیک بکنه. انسان هایی که زبان هم دیگر نمیفهمن ولی میتونن در کنار هم بشینن ساز بزنن و سازهایی که توی هزاران سال گذشته توی 2 تا کشور به انقدر فاصله زیاد، ایران و کره جنوبی، تجربه شخصی خود من شکل گرفته، ولی اینا میتونن با هم همکلام بشن، هم زبان بشن و یه ملودی واحد با هم بزنن. اینا نشون دهنده اینه که همه ما یه ریشه داریم دیگه، یعنی انسان واقعا هر چقدر از هم از نظر فاصله و از نظر زمان از هم دور باشن، ریشه های مشترک دیگه، ما باید به اینو توجه کنیم، خیلی میتونه برامون سازنده باشه. اگر کلامی مونده، اگر صحبت خاصی دارید که تا حالا نفرمودید و بین سوالات من نبوده و شما علاقمندین که اونو بفرمایید، در 1 دقیقه، چون وقت زیادی نداریم، در 1 دقیقه لطف کنید بفرمایید. من اعتقاد شخصیمه، فکر میکنم همونجوری هم که گفتم
موسیقی یکی از، نمیگم بهترین، یکی از بهترین هنرها و وسیله هایی هست که میتونه انسانها رو از تمام فرهنگ‌های مختلف به هم پیوند بده و بینشون زبان مشترک ایجاد کنه. چون هیچ موسیقی احتیاج به ترجمه نداره. هر موسیقی از دور افتاده ترین مناطق آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکا، هر قاره‌ای شما در نظر بگیرید احتیاجی به ترجمه نداره. بنابراین من خیلی دوست دارم که اینو تجربه کنم و بتونم این زبان مشترک رو در حد خودم تقویت کنم و کارهایی که ازم برمیاد دوستانی که اینجا دارن بتونیم کنارم بشینیم و یه کارهای مشترکی تولید بکنیم که این پیام رو برای مخاطبمون داشته باشه. ممنونم جناب سلیمانی. از طرف پرشن نیوارز از شما تشکر میکنم و امیدوارم که در کارتون روز به روز موفق تر باشید. زاری کنسرت های شما پشت سر هم پس از رفتن این بیماری از جهان باشد. و وقت تموم شده، دلم میخواد که بیشتر با شما صحبت کنم اما متاسفانه مجالی نیست و وقت خداحافظی هستش. و باید بگم که شاد و اهورایی باشید و زندگیتون خوش آهنگ.